من از اون آدمایی هستم که خواب زیاد میبینم، هم زیاد میبینم همین که خیلی یادم میمونه، بیدار میشم تعریف میکنم. بعد خیلی وقتا واکنشی که میگیرم اینه که اولا تو چطور اینقدر خواب میبینی؟ مثلا ما نمیبینیم، خوابای عجب غریب میبینیم ما نمیبینیم. منتها یه واکنش دیگه اینه که تو چطوری اینقدر خوابا یادت میمونه؟ ما فراموشکاری چیزی هستیم که مثلا یادمون نمیمونه خوابا، یا اینکه قصه دیگریه. من علی بندری هستم. توی این ویدیوی کانال یوتیوب بی پلاس میخوام درباره این صحبت کنیم که چرا بعضی از ما خوابهامون یادمون نمیمونه. اینجور کنجکاوی ها رو اگر که دوست دارید با من توش همراه باشید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید. ما بازم از این ویدیوها اینجا داریم و میگذاریم. درباره خواب تحقیق زیاد شده، درباره اینکه چرا میخوابیم، چقدر باید بخوابیم، و درباره اینکه چرا خواب میبینیم. انقدر تحقیق شده که الان یه دیدگاه نسبتاً روشنی دارن دانشمندا که بین اون کسایی که خوابشون یادشون میمونه و اونایی که خوابشون یادشون نمیمونه تفاوت‌های بیولوژیکی چی هست. منتها این دانش خیلی قدیمی نیست. تا اواسط قرن 20 باور این بود که خواب وقتی هستیم تعطیل دیگه، یک بخش غیر فعالی ما داریم در زندگی، یه بخش منفعلی داریم، اونم وقتیه که میخوابیم. ولی این باور بعدن عوض شد. سال 1953 دانشمندان متوجه شدن که خواب یک بخشی داره به نام بخش REM، اسمشو گذاشتن Rapid Eye Movement، که در اون بخش خواب اتفاقا مغز خیلی هم فعاله و یه سری از کارهایی که اون موقع احتمالاً داره انجام میشه همین خواب دیدن ماست. خواب رو آمدن چند مرحله کردن، گفتن مرحله اول دومش خواب سبکه، بعد مرحله سومش از خواب سبک میری به خواب سنگین، بعد مرحله چهارمش مرحله ترمیمیه، خواب سنگین داریم تو این مرحله، بعد مرحله پنجمه که اسمشو میذاریم رپید آی موومنت، حدود 20% از خواب شبانه ما اینه و توی این مرحله خواب میبینیم. نشانه های این مرحله چیه؟ یکیش همونی که اسم رو ازش گرفتن، حرکت سریع چشمه، یکیش حرکات غیر ارادی عضلات، یکیش تنفس نامنظمه. نکته هم این نیست که اینا در طول شب یک بار این سیکل طی میشه از مرحله 1 تا مرحله 5، نه، چند بار این در طول زمانی که ما خوابیم تکرار میشه. هر دورش چیزی حدود 90 دقیقه طول میکشه. منتها توی این مرحله 5 توی این خواب REM اتفاقات فیزیولوژیک ویژه ای میفته در بدن. ضربان قلب میره بالا، نفسها سطحی میشه، یه سری از عضلات و اندام به طور موقت اصطلاحاً فلج میشن و این ادامه پیدا میکنه تا وقتی که ما بیدار شیم. وقتی بیدار میشیم از این مرحله 5 خارج میشیم و خواب رو هم همینجا میبینیم، اون موقعی که داریم از مرحله 5 خارج میشیم. حالا سوال اینه، سوالی که برای من وجود داشت اینه که چی میشه که ما خواب یادمون میمونه؟ دنبال جواب این سوال که رفتیم رسیدیم به 3 دلیل اصلی که اینجا میخوایم اون 3 رو توضیح بدیم. یعنی این که ما خواب یادمون میمونه یا نه میتونه به خاطر این باشه که چطوری بیدار شدیم، میتونه متأثر از میزان خوابمون باشه، میتونه هم برگرده به خصوصیت‌های بیولوژیکی و خصوصیت‌های ژنتیکیمون. این 3 رو می‌خوایم اینجا یه مقدار توضیح بدیم. اون منابعی هم که اینا رو ما توش خوندیم و از اونجاها یاد گرفتیم، لینکاشون همه در توضیحات این ویدیو هست، اونجا میتونید ببینید. کلاً هم این جور کنجکاوی‌ها رو اگر دوست دارین و دوست دارید که بیشتر از این ویدیوها ببینید، حتما سابسکرایب کنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. اولین چیزی که تعیین میکنه که ما چقدر خواب یادمون بمونه گفتیم چیه؟ اینه که چطور از خواب بیدار شیم. اینجا میگن که بهترین وقت برای اینکه خوابمون خوب یادمون بمونه اینه که اواخر خواب REM، اواخر اون مرحله 5، اونجا ترجیحاً بدون هیچ عامل خارجی، یعنی بدون زنگ ساعتی، بدون صدایی، اونطوری از خواب بیدار شیم با آرامش و به کندی. یعنی یهو بیدار نشیم، مخصوصاً اگر میخوایم که خواب یه مقدار یادمون بمونه، خوبه که اجازه بدیم یه خورده توی این خوابی که هستیم غوطه‌ور بمونیم. از خواب که بیدار شدیم هم سری نپریم پایین، یه دقیقه 2 دقیقه وقت بگذاریم، فکر کنیم به این تصویرها و حسایی که شاید تهموندش مونده باشه توی ذهنمون. اینطوری احتمال اینکه خوابی رو که دیدیم یادمون بیاد، حتی کلش رو یادمون بیاد، میره بالا. بجز این که خوابمون رو یادمون میمونه، این فایده های دیگری هم داره. ما توی اپیزود 48 بی پلاس چرا میخوابیم دربارش حرف زدیم.
که کمخوابی و فراموشی رابطهشون همینجا به همدیگه برقرار میشه. ما وقتی کم میخوابیم تعداد این رمها رو داریم کم میکنیم، میزان خواب رممون رو کم میکنیم، هم تعدادش رو هم زمانش رو، و در واقع فضایی رو که توش میتونیم خواب ببینیم داریم کوتاه میکنیم، یا اینکه کلن داریم از دست میدیمش. یکی از عواقب این ممکنه اثر گذاشتن روی حافظمون باشه. دیگه چی؟ دیگه چی کمک میکنه که خواب بیشتر یادمون بمونه؟ یه چیزی که نگاه کردن دیدن که کسانی که قسمت پیش پیشانی و گیجگاهی مغزشون فعالیتش بیشتره، اینا احتمال اینکه خواب یادشون بمونه بالاتره. این رو از روی اسکن کردن مغز متوجه شدن، دیدن که آره چه در بیداری چه در خواب، کسانی که اون قسمت مغزشون فعالیتش بیشتره، اینا احتمال اینکه خواب یادشون بمونه زیادتره. کیا اون قسمت مغز فعالیتشون بیشتره؟ این میتونه ریشه ژنتیکی داشته باشه. برای همینم هم میگیم که این که شما خواب یادتون میمونه یا نمیمونه ممکنه ریشه ژنتیکی داشته باشه. دیگه چیه که ربط داره به خواب دیدن و به یاد آوردن خوابها؟ خصوصیت‌های شخصیمون. چیزی که به نظر میرسه اینه که آدمایی که رویا پردازن، آدمایی که روحیه خلاق دارن، ایده پردازی میکنن، اینا بیشتر خواب میبینن و بیشتر هم خوابها تو ذهنشون میمونه. پس خصوصیت‌های شخصیتی یه آدم هم میتونه به ما بگه که این از این خواب ببیناست، اینایی که خواب دارن واسه تعریف کردن، یا اینکه نه نیست. یه چیز دیگه هم هست، بستگی داره به حافظه. البته حواسمون باشه این فراموش کردن خواب این یه کارکردی داره هم، بی دلیل نیست. ما میدونیم دیگه یه حافظه کوتاه مدت داریم یه حافظه بلند مدت، اینا هر کدوم یه ظرفیت مشخص و محدودی دارن. خیلی ما در طول روز اطلاعات میگیریم، خیلی اطلاعات وارد مغزمون میشه. از صبح که میایم بیرون میبینیم که این ماشین قرمز، اون ماشین سیاهه، این بند کفشش بازه، اون کت شلوار پوشیده، اینا همه اطلاعات دیگه. بعضی از این اطلاعات به هیچ درد ما نمیخورن، مغز تشخیص میده که اینا حیاتی نیستن، ضروری نیستن، اینها رو برای همیشه میریزه دور، حذفشون میکنه، اینا فراموش میشن، از حافظه کوتاه مدت منتقل نمیشن به حافظه بلند مدت. ربطش به فراموش کردن خواب چیه؟ ربطش اینه که درباره خواب و رویا هم مغز تلاش میکنه که اطلاعات به درد نخور رو بریزه دور، فراموش کنه، حجم حافظه رو نگه داره برای موضوعات مهمتر. بجز این مسئله محدودیت حافظه، اینم هست که یه سری از این خواب و رویاها ممکنه که بی دلیل اعصاب ما رو بخوان تحریک کنن. رویایی که خیلی تلخه و خیلی هم واقعی به نظر میرسه، این رو ممکنه مغز بیاد و دستور بده این رو بلاکش کنه که ما نتونیم به یاد بیاریمش. یعنی این فراموش کردن خواب یه کارکردی هم داره. اینطوری نیست که همش باید دنبال این باشیم که همه خوابامون یادمون بیاد. این رو هم حواسمون باید باشه. پس چی گفتیم؟ 3-4 تا نکته مهم گفتیم تو این ویدیو کوتاه. یکی این که خواب چند تا مرحله داره. خواب دیدن ما توی مرحله پنجم، مرحله رم اتفاق میفته. وقتی که کم میخوابیم تعداد خوابهای رممون رو کم کنیم یا طولش رو کم کنیم، این باعث میشه که خواب نبینیم یا اینکه نتونیم خوابمون یادمون بیاد. دو این که اگر با آرامش و آروم آروم از خواب بیدار نشیم، امکان اینکه خوابمون یادمون بره خیلی میره بالاتر. سه این که فراموش کردن خواب همیشه بد نیست. گاهی وقتا مغز داره این کار رو میکنه به خاطر اینکه یه سری اطلاعاتی رو که بی‌ارزشه بریزه دور. گاهی وقتا هم داره این کار رو میکنه که ما خیلی غمگین نشیم، چون خواب خیلی واقعیه، نمیخواد که اذیتمون بکنه. فراموش کردن خواب همیشه بد نیست. آخرین نکته هم که یاد گرفتیم این بود که این که بعضیا خواب یادشون میمونه بعضیا یادشون نمیمونه، میتونه برگرده به ژنتیک، میتونه برگرده به ساختار مغزمون و میتونه برگرده به نوع روحیاتمون. آدمای رویا پرداز، دی دریمرها، اینا خوابهاشون بیشتر و بهتر یادشون میمونه. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاس. اینجا ما درباره کنجکاوی هامون و چیزایی که این طرف و اون طرف میخونیم و یاد میگیریم و برامون جالبه صحبت میکنیم.